در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. دو تا رأی رو میبینید که در مقابل هم نهاده است و اینها راه هایی بود که صوفیان و عارفان برمیگزیدند و همه هم برای این بود که به کمال روحانی برسند، تهذیب نفس و آنگاه به قرب الهی. در یکی از اینها راه ریاضت و جوع رو پیشنهاد کرده بود که برای رسیدن به خدا، برای پانهادن بر نفس، برای تهذیب باطن و برای گرفت تغذیه روح، برای پالایش درون، بهترین کار این است که آدمی راه ریاضت رو در پیش بگیره. ریاضت میدونید در اصل به معنای پرورش اسب هاست. رائز در عربی با همزه و زاد یعنی کسی که پرورش اسب میدهد، منتها از اونجا به عالم انسانی نقل شده و آدمیانی که سطور نفس رو، بهیمه نفس رو تحت پرورش، تحت ضبط و مهار و کنترل قرار میدن، کارشون رو ریاضت مینامند. عرفاً به معنای سخت گرفتن برخیشتن، حرام کردن لذائذ و شهوات برخیشتن است. به این معنا ریاضت کشی میگویند. جوع یعنی گرسنگی خوردن، انتخاب گرسنگی، نه گرسنگی اضطراری، یعنی کسی غذا به دستش نرسه و گرسنه بماند، نه، گرسنگی کشیدن اختیاری، یعنی غذا در اختیار او باشد اما امتناع کند، خویشتنداری کند. جوع رو از ارکان ریاضت شمردند. شعر مشهوری است که گویا باز هم براتون خوندم که صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. افراد ناتمام یعنی ناقص، یعنی کسانی که در میانه راهند و به قله نرسیده اند، پنج خصلت یا پنج رفتار را باید در پیش بگیرند تا نقصشون به کمال منتهی شود. جوع و صمت و سحر، یعنی اولیش گرسنگی کشیدن است، دومی صمت است با صاد یعنی سکوت، سومی سحر با سین و هی حرز، نه مثل سحر یعنی صبحگاه، سحر یعنی شب زنده داری و بیداری کشیدن در شب، عزلت یعنی کنارگیری از خلق، زیاد در میان مردم نبودن، به آفات اجتماعات آلوده نشدن، و پنجمی هم ذکر به دوام، یعنی همیشه متذکر حضور الهی بودن. صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این پنج کار، این پنج شیوه، ناتمام ها رو تمام، ناقصان رو به کمال میرسن. اون وقت جوع در این میان نقش مهم می داشت. مولوی دیدید در جاهای دیگه سالها مرخواب را گشتی اسیر، یک شبی برخیز و دولت را بگیر. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. انبان یعنی شکم، این را از نان خالی کنی در اثر گرسنگی، به قول سعدی اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. خب آدمی از حکمت توهی میشه. در کلمات مولا علی هم هست که البتنه تذهب بالفتنه. بتنه یعنی شکم خارجی، فتنه یعنی زیرکی، پرخوری زیرکی را از آدمی میستاند. خب اینا بود، اما اونها از نظر بهداشت جسمانی است. اما وقتی که وارد عالم بهداشت روانی می شوید، گرسنگی کشیدن نقش های دیگه داره. البته صوفیان همیشه توصیه می کردن که این آداب و این سلوک ها همه زیر نظر یک راهنما باید صورت بگیره. شخص خودسرانه در اینجا نمی تواند رفتار کند. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. یه خضری لازم است که به سالک بگوید که کی، چگونه، به چه مقدار ریاضت بکشد یا نکشد. چون غزالی نقل میکنه در احیاء العلوم که پاره از صوفیان به قدری گرسنگی میکشیدن که منتهی به زوال عقلشون میشد، بیماری های مغزی پیدا میکرد.
و بعد نقل میکند از یکی از مشایخ صوفیه که به این سالکان میگفت که غذای درست بخورید، خداوند ولی ناقص العقل نداشته است. یعنی اگر فکر میکنید که ولی خدا میشید در اثر گرسنگی کشیدن ولی عقلتون رو از دست میدید، بدانید که اولیاء خدا همه عاقل بودن، نه بی عقل و نه ناقص العقل، با هم بلنس رو به اصطلاح حفظ کنید. اما این جویی که میگفتن غزالی هم آورده که جزو ریاضاته، این عقلش 3 روزه بوده است. نه فقط گرسنگی آدم یه رعد غذا نخوره، نه، اینا خیلی جدی بوده، 3 روز دست کم پشت هم باید گرسنگی، و بعضی ها بیشتر و بیشتر، غزالی نوشته بعضی ها تا 60 روز می توانستن که تحمل جوع بکنن، مثل مثلا فقط مقداری آب بخورن و امثال اینها. من نمیدونم چقدرش حقیقت چقدرش افسانه است، ولی سختگیری های زیادی بر خودشون می کردن و رنج بسیار بر بدن می نهادن و فلسفه هم داشتن، می گفتن هرچه که بدن رو ما تضعیف کنیم روح قوی تر می شود، هرچه از حاجات بدنی بکاهیم اونگاه می توانیم با انرژی روانی بیشتری دنبال مقاصد عالیه خودمون روان بشیم. خب این یک مطلب بود. این شیوه در حقیقت شما میتونید بگید شیعه یا ببخشید شیوه یا عامه صوفیان بود و شیوه ما قبل مولانایی است. چون ببینید